بینندگان عزیز، با سلام به شما. طبق معمول هر هفته جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا، این هفته هم با شما هستیم، با دوستانی که قبلا عضو و جزو سازمان مجاهدین بودند، بعد متوجه شدند که این سازمان تبدیل شده به یک فرقه و دیگه نخواستند در اون سازمان یا فرقه باشند و مشکلاتی براشون پیدا شد. و امروز با آقای منوچهر عبدی، عضو جدا شده از فرقه رجوی هستیم که قبلا هم مهمان برنامه بودن، میتونید با تایپ کردن یا نوشتن اسم ایشون به همراه من یا مردم تیوی توی گوگل و یاهو و به واسطه یوتیوب پیدا کنید. از اون بهتر در صفحه خود کانون آوا خیلی مرتب این بایگانی ها وجود داره. و اما امروز ایشون من و شما رو در جریان آخرین اخبار آلبانی از وضعیت رها شدگان، همچنین از وضعیت فرقه رجوی قرار میدهند. اول ازشون سوال کنید چرا شما میگید رها شدگان؟ و خب معلوم وقتی میگید رها شدگان یعنی قبلا اسیر بودید و در اسارت بودید. من سلام میکنم، خوش آمد میگم به ایشون و با هم برنامه رو پی میگیریم. ایشون چند دقیقه صحبت میکنن، بعد از اون یک فیلمی هست بسیار جالب، این ویدیو سخنان آقای جواد فیروزمند هست، از سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق. بهشون تبریک میگم. ویدیوی قبلی یک کمی اشکال صدا داشت، این دوستان انتقاد پذیرن، مشکل رو برطرف کردن. این ویدیو رو بعدا ببینید، ببینید چه کیفیت خوبی و با حداقل امکانات نشستن و تحت عنوان زن، زندگی و سکسوالیته در سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کردن. این کلمه سکسوالیته برای من اولین بار بود و ممکنه از ایشون بعدا بپرسم که معنیش چیه. آقای عبدی، بیش از این دوستان رو منتظر نمیذاریم، بگید ببینیم آقا چه خبره، این رها شدگان در آلبانی چه میکنن؟ شما که لبخند میزنید و هر روز الحمدلله صورت و اوضاع بهتر از قبل هست، بهتون تبریک میگم و میکروفون در اختیار شما. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوروی و بینندگان محترم. میخواستم در مورد اوضاع احوال فرقه براتون بگم. همونطور که مطلع هستین، این روزا فرقه اوضاع احوال خیلی خرابی داره به لحاظ تشکیلاتی. تشکیلاتش روز به روز افول میکنه، روز به روز افراد بیشتری به خاطر همون فشارهایی که طی این سالیان بهشون اومده از فرقه فرار میکنن. طی همین هفته اخیر جدیدن دو مورد فرار داشتیم، علارغم این که فرقه این افراد رو اعضای خودش رو منتقل کرده بود به یک روستایی و بین چند تا کوه و اینا و سیمخاردار، و با وجودی که این همه فشار و حصار روشون بود، باز با این وجود افراد به خاطر فشارهای بسیار شدیدی که روشونه فرار میکنن. الان طی همین یک هفته عرض کردم خدمتتون، جدیداً دو نفر فرار کردن. یک مورد دیگه به جز مسئله فرار و اینا، طبق به حساب اطلاعاتی که ما داریم، قبلا همونطور که میدونید توی عراق خب فشار خیلی روی اعضا زیاد بود، به طوری که سابقهش هم هست که به حساب افراد اقدام به خودکشی کرده بودن. اون فامیلیشون اکبری نسب بود، یک مورد توی اشرف انجام داده بودن. الان هم جدیدن یک نفر به اسم یک خانومی به اسم سمانه بزرگیان فر، ایشون مرگش خیلی مشکوکه که توی آلبانی به حساب توی همین اشرف سه به احتمال خیلی قوی دست به خودکشی زده. حالا چرا میگیم خودکشی؟ به خاطر اینکه خود سازمان نیومده روی این مسئله، چون هر کی که به حساب فوت میکرد یا توی به حساب تشکیلات فوت میکرد، اینا میومدن اطلاعیه میدادن و اعلام بیرونیش میکردن، اما اینو خیلی بیشتر صدا بردن، ایشون رو دفن کردن و هیچ اطلاع و خبری هم در مورد ایشون نگفتن. خانم سمانه بزرگیانفر
که به احتمال خیلی قوی به خاطر همین فشارهایی که الان هم توی آلبانی توی قرن 21 عصر ارتباطات این بیچاره‌ها رو اونجا اسیر و دربند گرفتن، به طوری که انقدر فشار روی اینا زیاده نفر دست خودکشی میزنه و هیچ صداش هم در نیاوردن. این یه مورد بود. موردهای دیگه هم هست. الان همونطور که میدونید خود فرقه هر ساله چه در عراق چه در هر جایی که بوده توی کشورهای مختلف مراسم 8 مارس رو برگزار میکردن، یعنی این روز جهانی زن همیشه یکی از برنامه های این فرقه بوده. الان جدیدن توی فرانسه، دولت فرانسه به فرقه اجازه نداد که امسال روز جهانی زن رو برگزار بکنن. متعاقباً توی آلبانی هم زیاد تلاش کردن که اینجا هم اجازه بهشون داده نشد مراسم برگزار کنن، مراسم 8 مارس. بالاخره خب فرقه میدونین که به حساب یه دستگاهی داره برای خودش دیگه، ولی این نشون دهنده اینه که روز به روز این تشکیلات پوشیده و در به داغون روز به روز داره از هم پاشیده تر میشه. الان مثلا جدیدن یه باز از همون شانتاژهای تبلیغاتی و از همون شامورتی بازی های این فرقه، الان مثلا یه تعدادی ما توی به حساب اینترنت که دیدیم عکس و اینا گذاشته، هر ساله که میدونی اینا اصلا استاد چیزن دیگه، استاد حقوقی و ترفند و اینا، اومدن یه تعداد عکس و اینا گرفتن به عنوان اینکه مثلا مراسم چهارشنبه سوریه که تو ایران بوده پخش کردن، در صورتی که این عکس ها و این تصاویر همش توی آلبانی رفتن توی همین کمر و اینا 4 عکس و آتیش روشن کردن به اسم اینکه اینا طرفدارای سازمان توی داخل ایرانه. ببینین واقعا نمیدونم اسم اینا رو چی میشه گذاشت، ولی آقا من بارها گفتم آقای عبدی شما دوستان یک کمی کم لطفی میکنید، باید به اینا بگید که درست میگن و از اینی هم که هست بیشتره، 99% مردم منتظر اینا هستن. خب برن دیگه، چرا وایسادن؟ اینا خودشون هم میدونن که پایگاهی مردمی ندارن. اتفاقا چون پایگاه مردمی ندارن بین مردم ایران اینا بسیار خبیث و منفورن، دست به این حقوق‌بازی‌ها میزنن. نمیدونم 4 رو میفرستن توی این کوه برو آتیش روشن کن عکس بگی، بعد تو فضای مجازی و اینترنت پخش کنی که آره هوادارای اینها از داخل این کارو کردن. اینا شیوه های شناخته شده این فرقه است که خب مدت هاست داره این کارو میکنه. حتی قبلا مثلا من خودم که توی همین سیستم و دم و دستگاهشون بودم، یه عده جوانایی به حساب که روی اینا شناخت کافی ندارن رو با تطمیع و اینا بالاخره از طریق همین فضای مجازی و سیستم داخلشون میفرستن. یه 2 عکس مریم قجر رو توی کوچه خیابون خلبت 2 عکس میگرفتن، اسم این شده بود مثلا فعالیت و مبارزه. الان هم توی چهارشنبه سوری هم همین کار رو کردن. چهارشنبه سوری هم یه تعداد فرستادن برین عکس بگیرین که اینا یعنی نشون بدن که اینا مال داخل ایرانه، در صورتی که نه این تصاویر مربوط به آلبانی. بله میفرمودین، من وسط صحبتتون اومدم. نه من همون گفتم که به اینا بگیم که شما درست میگید و بیشتر از این هست. در رابطه با جلب و جذب جوانها هم متاسفانه اینا نتونستن. اگه میتونستن خب میگفتن پارسال 1000 رو آوردیم، الان جمعیتمون شده 4000، نمیدونم 3 پیش 500 بودیم. نتونستن جذب کنن، یعنی در اون کارم شکست خوردن. من یه جایی خوندم یکی از دوستان نوشته بود که گویا رهبر یا این خانم جدیدی که ادای رهبرا رو در میاره گفته بود که شماها بیان بگین ما چه کار کنیم. من اصلا خندم گرفته بود. تا حالا کجا شنیدید؟ بله شاور و فلم رو اینا درسته، ولی تا حالا کجا شنیدید که بشینن یه سازمانی که میگه من میخوام حکومتی رو به اصطلاح سرنگون کنم به دیگران بگی خب حالا به نظر شما چه کار کنیم؟ خب مثلا یکی بگی بیا بریم بشینیم آهنگ بزنیم و برقصیم، شما میری میرقصی یا شما باید برنامه ارائه بدی؟ نمیدونم شما این موضوع رو خوندید یا دیدید. فکر کنم بله. کی بوده؟ بله عرض میکنم خدمتتون. این یکی از همین سرکرده هاشون یه خانومیه به اسم زهرا مریخی.
این یکی از مسئولاییه که به حساب توی الان آلبانی طی به حساب نشستی که برای همین اعضا گذاشته و اینا یه نشستی گذاشته به حساب توی همون دستگاه خود همین فرقه و اینا یه بحثی دارن به اسم تناقض. به تمام افراد و اعضا گفته که آقا هیچ اشکالی نداره، شما هر تناقضی در مورد سازمان دارید، هر انتقادی به سازمان دارید، شما بیایید بگین، بعد راهکارش هم بگین که ما چیکار بکنیم. خب واقعا این حرف خنده داره. البته ناگفته نمونه این از همون حقبازی های همین فرقه و سیستمه. این الان چون میبینه که تعداد به حساب مخالفین داخلیش، کسایی که الان تحت این فشارهای روحی که طی این سالیان قرار داشتن به خصوص در آلبانی، الان اینا رو برده وسط 4 تا کوه محصور کرده، بعد آره بهشون میگه که شما بیاین تناقضاتون رو بگین، راهکارش هم بگین. حالا هدفش چیه از این کار؟ تنها هدفی که از این کار داره میخواد بقیه مخالفین رو شناسایی بکنه، شناسایی بکنه که هر طوری میشه به سکوت وادارشون کنه. یعنی این فقط یک حقه‌بازی و یک ترفند این فرقه است برای شناسایی افرادی که ناراضی هست، افرادی که میخوان بیان بیرون، افرادی که از دست این فرقه خسته شدن، افرادی که عمر جوانیشون رو به پای اینا گذاشتن برای هیچ و پوچ. الان با این شیوه هاشون اینه، میشینن برایشون نشست میذارن بیان تناقضاتتون رو بگی. وقتی هم که طرف تناقض رو میاد میگه، بعد از چند وقت دیگه به حساب زیر ضربین دارنشون، مانیتورش میکنن که کجا میاد، چیکار میکنه، با کیا میاد، با کیا میره، که بتونن هر جوری شده به سکوت وادارش کنن. این بحث که شما گفتید بله واقعا خنده داره. خب تو ادعا داری، تو میخوای مدعی مبارزه ای، آخه کدوم مبارزه ای؟ این شد مبارزه. الانم من چند وقت پیش تو یکی از این خیابونای آلبانی داشتم میرفتم، خندم گرفته بود واقعا. یه تعداد این جوونا بیچاره ها عمر و جوونیشون دارن هدر میدن. حالا سر اینا رو چجوری گرم کردن؟ با یکی دو تا دوچرخه و یه دو سه تا وسیله براشون خریدن، بالاخره سرشون رو گرم کردن دیگه. اون رو چند تاشون رو دیدم با دوچرخه تو خیابونن، چند تاشون رو تو راه بیمارستان دیدم اعصاب دست و واقعا با یک حال پریشان و نزار دیگه. یه تعداد خیلی زیادشون که بیمار و مریضن، 24 ساعت تو راه بیمارستانای آلبانی هن. تو این بیمارستان مادر ترزا و اینا من هر روز میبینمشون. واقعا از یه طرف هم آدم دلش میسوزه، یه تعداد هم که میخوان بیان بیرون میترسن، واقعا از فرقه ترس دارن. مثلا یه تعداد از افراد هستن، الان یکیشون هست مثلا بچه هاش خونوادش آمریکاست، خودش هم دیگه سن سالی ازش گذشته، بنده خدا دیگه ناتوانه به لحاظ جسمی، ولی چی؟ از دست این فرقه و از چیزاش ترس دارن. حالا این هم که شما فرمودین، این دقیقا هدفش شناسایی اون کساییه که به حساب مخالفن و میخوان بیان بیرون. اون هدفش اینه که اونا رو شناسایی کنه. مثلا شما ببینین، مثلا اینو بی سر صدا این خانوم جوان 25-6 سالش بوده، سمانه بزرگی آن فرد، برادرش هم اونجاست. اینا یه خانواده‌ای بودن که به حساب خانوادگی اومده بودن تو سازمان، البته بقیه اعضای خانواده‌اش نموندن، اینا مثل که به عنوان مهمون اومده بودن رفتن. ولی این خانم سمانه بزرگی آن فرد و برادرشون که توی همین فرده بودن، الان چند وقت پیش بردن ایشون رو دفن کردن. حالا علتش رو هم اعلام بیرونی کردن، صداش هم در نیاوردن، که به احتمال خیلی قوی مثل اون آقای اکبری نسب که توی اشرف خودکشی کرد، ایشون هم ما احتمال میدیم که خودکشی کرده باشه. حالا اینو من نمیدونم چجوری اینا میخوان جواب مردم و جواب خدا رو چی بدن. این دولت آلبانی هم که کاملا نمیدونم، از اینا باید حسابرسی کنه که آخه علت مرگ چی بوده. بالاخره اینجا قانون داره، پزشک قانونی باید رفته باشه. اینا همه چیزهایی که در ابهامه، مشکوکه، این مرگا مشکوکه. حالا پیگیری میشه اینا که به حساب اینجوری نمیمونه که همیشه ما پشت ابر نمیمونه. بالاخره پوس رسوایی این فرقه که از بام جهان افتاده، الان روز به روز تعداد به حساب کسایی که تحت فشار هستن دارن فرار میکنن. عرض کردم که 2 نفر همین چند روز پیش فرار کردن، اونم که طرف از فرط فشار و فشارهای تشکیلاتی دست خودکشی میزنه. اینم که کارهای توی آلبانیشون، ما جدا شده هم که
فشار طبق معمول هست. ما الان مثلا اگر شما خاطرتون باشه اون آقای بهمن اعظمی و سعدالله رو، سعدالله سیفی رو که تهدید کرده بودن همین چماقدارای خود فرده، ما شکایت کردیم، اونم مسکوت گذاشته. یعنی پلیس و سیستم قضایی و پلیس اینجا صداشو در نیاورده. ما هم چند بار که رفتیم پیگیری کردیم گفتن در دست اقدام پیگیری میکنیم، ولی معلومه دیگه لابیایی که خود فرقه اینجا داره با اون پولا و رشوه هایی که اینجا خرج میکنه و میده به اینا، بالاخره کار ماها هم اینجوری مانه و سنگ جلوش میندازن. این عرایز بنده بود. اگه شما سوالی دارید یا بیننده های محترم سوالی دارن، من خدمتم. خود وضعیت به اصطلاح سازمان چیه؟ چی میگن؟ همینجوری وایسیم؟ چون شنیدم آخرین بار یک تعهدی گرفته از دوستان که وایسید تا سال بهمن 1357 به اصطلاح 1397، بعد اگه نخواستید برید. چیه منتظر؟ مثلا آقای ترامپ هست، برنامهشون چیه؟ چی میگن به این نیروها که تونستن همون چند نفر پیر و مریض و اینا رو هم نگه دارن؟ ببینید اینا با همین وعده ها، بله همین که شما فرمودین، بله این فرقه همینجوری که میدونین دنبال شکافه. یعنی هر جا یه شکاف ببینه میره توش بیتوته میکنه. الان این منتظر، اینا منتظر اینن که ببینن تماما چشمشون به دست ترامپه. یه ببینن تضادهای بین به حساب دولت ایران و آمریکا از این شکاف استفاده بکنن، بلکه اینا رو مثلا چی؟ اینا رو هم از طریق ترامپ یه جنگی را بندازه با ایران، اینا برن مثلا به اون نان و نوای خودشون برسن. اما کور خوندن، به قول خودشون میگن هرگز از گندم ری نخواهن خورد، چون آخه اینا اصلا پایگاهی مردمی ندارن توی ایران، اصلا نه کسی اینا رو میشناسه. اون چهار نفری هم که اینا رو میشناسه با نفرت از اینا یاد میکنه، چون هیچ موقع خاطرات اون جنگ ایران و عراق که از ذهن مردم ایران نمیره که اینا چه خیانتهایی کردن، چه اطلاعاتی رو به صدام میفروختن و در مقابلش نفت میگرفتن. خب الان هم که اینجا یه تعداد رو نگرداشتن با همین وعده وعیدا، از این ستون به اون ستون فرجه، از این ماه به اون ماه، از این شیش ماه به اون شیش ماه، تا یه خبری میشه یه اتفاقی میفته اینا سریع میان نشست میذارن و همه رو جمع میکنن که آی ببینین الان مثلا فرض مثلا وزیر خارجه آمریکا فلان موزه رو سر اتمی ایران و سر برجام گیره. همینجوری با این حقوق بازی‌ها سر آدم‌ها رو گرم می‌کنن. یه تعداد که سن سالشون بالا از کجا برن چیکار بکنن؟ بعد انقدرم اینا سیاه‌نمایی کردن از بیرون که طرف میگه خب من سنم بالاست بیام دیگه چیکار بکنم؟ میترسونن آدم‌ها رو از بیرون اومدن. اونایی هم که به حساب یه مقدار جوان‌ترن با همین وعده وعیدا. دقیقاً با همین وعده وعیدا که آره آمریکا بالاخره تو یه نقطه تضادش با دولت ایران آنتاگونیستی میشه، دولت ایران سرنگون میشه و اینا میان جاشو میگیرن. واقعا خنده داره. بسیار ممنون. ناگفته نماند که همینجا دیروز اون بازرس مخصوص الان خود آقای ترامپ و شرکت هاشو برده به اصطلاح زیر سوال و خود ترامپ اینجا دنبال یه نفر میگرده که نجاتش بده. من فکر میکنم بهترین کاری که مجاهدان میتونن کنن پیشنهاد کنن به ترامپ که شما بیا توی لاس وگاس، توی این صحرای نوادا یه مملکت جدیدی برای خودت درست کن، لیدل آمریکا، یعنی آمریکای کوچولو، ما هم بشیم سرباز تو و اونجا همه خوب و خوشحال زندگی کنن. در اصل من از شما ممنونم. اجازه بدید به دوستان بگم که کانون آوا و شما دوستان دقیقاً برعکس سازمان مجاهدین که خود گویه و خود خنده، شما وقتی یه صحبتی میکنید بعد این اجازه رو به دوستان میدید که بیان نظر بدن، سوال کنن و روی فیسبوک، روی ایمیل، روی کانون، صفحه کانون، روی صفحات خود شما میتونن نظراتشون رو بگن، سوالاشون رو بپرسن و شما هم در برنامه های آینده جواب بدید. بازم ممنونم. پیشاپیش سال نو رو به شما و دوستان دیگه تبریک میگم. امیدوارم سالی بهتر در انتظار همه باشه و هر وقت که شما بگید ما اون فیلمی رو که آقای جواد فیروزمند، ایشون قبلا هم سابقه رادیو تلویزیون داشته، چون کارش به نظر مثل گویندگی میاد، کارش بلده چی کار کنه. بله ایشون دقیقا اطلاع ندارم از پیشینشون، بله. ولی مطالبشون، از مطالبشون من خیلی استفاده میکنم و با
واقعا شخص مطلع و کاردانی هستن. من گفتم شاید قبلا گوینده رادیو یا تلویزیون مجاهدین بودن. نبودن؟ منم می‌خواستم، البته عذر می‌خوام، اول برنامه باید می‌گفتم. منم پیشاپیش سال جدید رو خدمت شما و همه هموطنانم تبریک عرض می‌کنم و دیگه بنده عرضی ندارم. اگر شما امری دارید بنده در خدمتم. من از شما ممنون و متشکرم و به تمام بینندگان هم سال نو یا فرا رسیدن سال نو، بهار نوروز رو به اصطلاح تبریک میگم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده شما خبرهای بهتری به دوستان بدین. ازتون تشکر میکنم و با هم میریم اون برنامه رو که تحت عنوان زن، زندگی و سکشوالیته در سازمان مجاهدین خلق هست اون رو میبینیم. خیلی ممنون که با ما بودید. تشکر میکنم. خدا نگهدارشون. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر مایل هستید در برنامه‌های کانون آوا با این دوستان باشید، با کانون آوا مستقیما تماس بگیرید. اگر مشکلی در تماس گرفتن داشتید با من تماس بگیرید تا این ارتباط برقرار بشه. پس با هم میریم به دیدن این ویدیو. بیش از 2 ساعته، ولی چون من امروز خودم ساعت 2 برنامه دارم، 1 ساعت خوردهش رو بهتون نشون میدیم. روی یوتیوب لینکش رو دوستان میذارن زیر فیسبوک و در برنامه های بازپخش به صورت همون 2 ساعت و نیم همه رو نشون میدیم. مردم tv.com، فیسبوک صفحه مردم تیوی و فیسبوک شخصی خودم، همه اینها موجود هست و ما چیزی رو پاک نمی کنیم، دیلیت نمی کنیم تا زمانی که فیسبوک نگه داره. دوستانی هم که یه پیام میدن میگن پیام من چی شد، پیامتون اون پایینه، باید کلیک کنید یه جایی نوشته پیام های بیشتری رو ببینید. اینا برای که چیز کنه، مثل کتاب دیگه، شما یه کاغذ که می‌نویسی، 2 تا که می‌نویسی میذاری بغل هم، ولی وقتی شد 4 تا 5 تا 6 تا می‌کنیش توی پوشه، وقتی شد 100 تا می‌کنیش توی دفتر، وقتی شد 200 تا می‌کنیش یه کتاب. سیستم فیسبوک به این صورت هست. ممنونم که با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بریم به دیدن این فیلم و این بحثی که آقای جواد فیروزمند برای شما این فیلم رو تهیه کرده. منم به نوبه خودم از ایشون ممنونم.